از طریق ماهواره که داشتم اعتراف میکنم داشتم و خبرها رو دنبال میکردم. وضعیت حقوق بشر در ایران و ایران در سال گذشته میلادی. خانم ها آقایان درود بر شما، علی جوانمردی هستم. پیشاپیش سال نو، سال 2011 میلادی رو به همه شما به ویژه به مسیحیان ایران و جهان شاد باش میگم. برای بررسی گوشه هایی از وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت 2010 میلادی در خدمت دو کارشناس گرامی هستیم. دکتر کاویان میلانی، فعال حقوق بشر و مسئول کمیته ادیان در مجموعه فعالان حقوق بشر، و رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار، هر دو در استودیو. خوش اومدید به برنامه تفسیر خبر. با درود. متشکرم. از شما شروع کنم. آقای دکتر میلانی، در سالی که گذشت بار دیگه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در همه زمینه‌ها، زمینه‌های مختلف محکوم شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در روزهای پایانی سال 2010 در گزارش سالانه خودش بار دیگه اعلام کرد که ایران برای دومین سال متوالی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در کل جهان بوده. بیشترین آمار اعدام ها رو نسبت به جمعیت خودش دارا هست ایران در سراسر جهان. شما در مورد، اگه بخوایم یک جنبندی کلی داشته باشیم از وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت، چگونه میبینید؟ بله، متاسفانه ایران در این سال اخیر میشه گفت که بدترین، عرض کنم که 12 ماه خودش رو سپری کرده علاوه بر حقوق بشر. و البته اعدام هایی بوده که بسیار از این اعدام ها خارج از حیطه قانونی بوده. عرض کنم که فعالان زن، وبلاگ نویسان، فعالان دانشجویی، اقلیت های دینی و صنفی، اینها همه تحت فشارهای سنگین قرار گرفتن. وبسایت ها فیلتر شده، رسانه ها بسته شده و خیلی وضعیت، عرض کنم که، ناجور و ناسالمی برای فعالان حقوق بشر به وجود اومده و اینها در خطر، عرض کنم که، فیزیکی و در خطر بر خطر به اصطلاح سرکوب هستن. و این وضعیت وضعیتی است که امیدواریم که در سال آینده بهتر بشه، ولی اگر که روند همینجوری ادامه پیدا کنه به نظر میاد که سال بعدی رو پشت سر خواهیم گذاشت. اجازه بدید از اقلیت‌ها شروع کنیم. اقلیت‌های مذهبی به ویژه در گزارش‌های مختلف مجامع بین‌المللی حقوق بشر، مخصوصاً مجمع عمومی سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مسئله مثلا بهائیان اومده. در سالی که گذشت گزارش‌های متعددی بود از سرکوب بهائیان، سوزاندن خونه‌های اونها، یا اینکه بیرون راندن اونها از محل زندگیشون. به طور کلی وضعیت بهائیان در سالی که گذشت چه بود؟ برای وضعیت بهائیان حال حاضر به این صورت هستش که جامعه بهائی، دانشان بهائی محروم از تحصیل هستند. علاوه بر اقتصادی فشارهای سنگینی به جامعه بهائی وارد میشه. در جاهایی مثل ایول، عرض کنم که بهائیان رو از زمین‌های ارثیشون محروم کردن، از ایول در شمال کشور، و اینها رو از زمین خودشون روندن، اینها رو دارن مصادره میکنن. عرض کنم که در جای مثل رفسنجان به سوزوندن محلهای کسب بهایان پرداختن به طور منظم و به صورت سیستماتیک. و علاوه بر اینها عده از بهایان در زندان هستند، بهایان بازداشت میشن بدون دلیل. عرض کنم که در دادگاه هایی که به دور از ناظران جهانی هستش و به دور از هر گونه حق دفاع درست و دفاع متعارف، بهایان محکوم میشن. و وضعیت بهایان کلن در ایران وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک است. جناب دکتر میلانی، قبل از اینکه به پرسش دیگه در همین رابطه بپردازیم با آقای رشیدی، همیشه این پرسش مطرح هست شاید در ذهن بسیاری که چرا دولت جمهوری اسلامی به رغم انتقادهای بین المللی با بهائیان چنین رویکردی رو داره؟ بهائیان چرا مورد در واقع حمله یا نوک حمله جمهوری اسلامی هستند؟ جامعه بهائی حدود 150 سال هستش که در ایران در معرض این حمله و این خطر قرار گرفته. ولی دولتی نبوده، درسته؟ دولتی نبوده و عرض کنم که در دوره قاجار خب دولتی هم بوده، ولی در دوره
پهلوی یک ذره به اصطلاح خفیف‌تر بوده و دوره اخیر دوباره این شدت گرفته. به این صورت هستش که جامعه بهایی گفتمان‌های خاص خودشو داره در برابر فرضاً حقوق بشر، در برابر وحدت عالم انسانی، در مورد مسئله تساوی حقوق زن و مرد، و این مسئله که جامعه بهایی مطرح می‌کنه و گفتمان‌هایی که از روز اول وارد شده و برای اصلاح جامعه و برای بهبود وضع ایران مطرح کرده، گفتمان‌هایی است که سران دینی شیعه عموماً با اینها ناسازگاری دارن و به اینها علاقه ندارن و سعی میکنن که این گفتمان ها سرکوب بشه تحت برچسب های دینی و برچسب های سیاسی. به این موضوع میپردازیم، گفتمان جامعه بهایی. من مایل هستم برای بینندگان شما توضیحی بدید، ولی اجازه بدید پیش از اون آقای رشیدی، جدا از اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی هم در گزارش های متعدد محافل حقوق بشری به اونها اشاره شده که تحت ستم بودن در سالی که گذشت. اعدام های زیادی علیه کردها، علیه بلوچ ها صورت گرفت، کما اینکه همین امروز 4 نفر بلوچ در روز اول ژانویه در بلوچستان اعدام شدند به اتهام مفسد فی الارض و محاربه با خدا و رسول. وضعیت اقلیت ها در سالی که گذشت چگونه بود، سالی رو که سپری کردیم؟ ببینید، جهت ارزیابی یک حکومت یا یک ساختار دولتی باید به اساس اون حکومت یا میکانیزمی که قدرت را در جامعه اعمال میکنه بپردازیم. اونم قانون اساسی اون کشور، اون سیستم و اون حاکمیته. اگر ما به قانون جمهوری اسلامی ایران خیلی کوتاه نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه میرسیم که خود قانون جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایه اصلی اعمال قدرت در جامعه تبعیض آمیزه. وقتی که در قانون اساسی التزام به ولایت فقیه جزو پایه های حکومت محسوب میشه، مشخصه که از همون ابتدا، از همون سرآغاز تبعیض اعمال میشه. ما در جامعه ایران بهایی داریم، زرتشتی داریم، یهودی داریم، مسیحی داریم، بیدین داریم، سنی مذهب داریم. جدا از تمام این مسائل، اگر ما دقت بکنیم، خود جامعه شیعه هم در ایران و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق رفتار و مکانیزم های قدرت در جمهوری اسلامی ایران مورد تبعیضه. در شیعه، در بین شیعیان، بله، چه گروه های از شیعیان، خودی، بله، غیر خودی، به طور مشخص اشاره بکنم، شیعه فقط مثلا وقتی که میگه التزام به ولایت فقیه در مذهب شیعه، فقط گروه هایی هستن که اصلا به ولایت فقیه اعتقادی ندارن. در شیعه، در مذهب شیعه ما 12 امامی داریم، 7 امامی داریم، 5 امامی داریم، 2 روزیا داریم که در لبنان اینا مستقرن، 6 امامی داریم، خوارج رو داریم. در واقع اینها اصلا به ولایت فقیه یا به سیستمی که در ایران قدرت سیاسی رو اعمال میکنه اعتقادی ندارن. وقتی که از این زاویه بخوایم مسئله و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار بدی، به این نتیجه میرسی که سرتاپای این رژیم، در واقع ساختار سیاسی در این رژیم، میکانیزم های اعمال قدرت و اداره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه تبعیض آمیزه و خیلی مشخصه. در چنین سیستمی تمام اعتراضات، هر انتقاد کوچکی، حتی در دایره حکومتی چنین اتهاماتی، چنین برچسبایی به اونها اعمال میشه، ملحق میشه و نتیجه رو میبینیم، کشتار و تبعیض علنی و قانونی که 30 ساله در تمام طول عمر رژیم جمهوری اسلامی ایران ما شاهدش بودیم. و این تبعیضی که شما میگید در سال گذشته به چه میزان بود؟ بیشتر شد، کمتر شد؟ اگر تمرکز کنیم در سال گذشته به طور کوتاه، بدون استثناء بیشتر شده. چرا؟ یعنی سال گذشته، سال 2010 در رابطه با حقوق بشر، سال تراژدیکی بود در ایران، برای مردم ایران، حتی برای افراد و برای کسانی که خواستار اینن در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب نظام حاکم، در حالی که به ولایت فقیه هم اعتقاد دارن، در راستای یه تغییرات جزئی، اونم در چارچوب منافع جمهوری اسلامی ایران گام برداشتن، میدونیم که چه برخوردی با اونها شده. وقتی که از این پنجره با ما بخوایم مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم، مشخصا به این نتیجه میرسیم که وضع حقوق بشر در ایران در سال گذشته بدتر شده و سخنرانی ها و حرفایی هم که مسئولین و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته و ماه های گذشته بر زبان آوردن نشانگر این واقعیت که
وضعیت حقوق بشر و وضعیت ملیت‌های تحت ستم در ایران خیلی بدتر خواهد شد. بله. امروز خبری منتشر شد در مورد اعدام 4 بلوچ دیگر در زاهدان با نام‌های محمود براهویی معروف به فرهاد فرزند نادر، شهرام نارویی معروف به بیبرگ فرزند جلال، ظهور احمد آصف دوست فرزند محمد شریف، جانبخش براهویی معروف به نوربخش فرزند نادر امروز صبح در زندان زاهدان اعدام شدند. برای گفتگو کوتاهی در همین رابطه آقای عبدالستار، دکتر عبدالستار دوشوکی با ما هستند، فعال سیاسی بلوچ از لندن. درود بر شما آقای دوشوکی، بفرمایید چه تفسیری دارید از این اعدام ها با توجه به اعدام افرادی دیگر تنها 5 روز پس از اقدام تروریستی که توسط جندالله در منطقه بلوچستان صورت گرفت؟ من با عرض تشکر از شما آغاز سال جدید میلادی رو به هموطنانم و مسیحیان تبریک میگم و به ملت بلوچ به خصوص تسلیت عرض میکنم، چون متاسفانه سال گذشته بلوچستان مظلومترین و بی‌صداترین قربانی خشونت ضد انسانی رژیم بلوچستان در سراسر ایران بود و صد افسوس که امروز هم در مورد سال 2011 میلادی و بلوچستان باید بگم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. بیشترین اعدام ها در سال گذشته در بلوچستان بوده، کمترین بودجه برای عمرانی و آبادانی در بلوچستان بوده، بدترین تحقیر و اعجاب های قومی و مذهبی بر علیه اهل سنت و مردم بلوچ در بلوچستان بوده. به همین دلیل متاسفانه جمهوری اسلامی تنها کاری رو که در بلوچستان میتونه انجام بده اعدام و کشتار و گسترش خشونت هست و بر همین قصاص. من فقط اشاره کنم در رابطه با اعدام های هفته اخیر 11 نفر و امروز هم 4 نفر، بر طبق یک اصل شناخته شده انسانی و حقوقی زمانی که جرم یک متهم در یک دادگاه صالح، عادل و علنی ثابت نشده اون فرد بیگناهه. بر این اصل امروز جمهوری اسلامی 4 بیگناه رو اعدام کرد، اون هم به یک سبک غیر انسانی و انسانی. دلیلش چی هست به نظر شما؟ دلیلش چی هست آقای دوشوکی؟ والا هدف از این اعدام ها بخیر من تلافی جویانه هست، یعنی میخوان ملت و مردم بلوچ رو تحقیر کنن، ارعاب کنن، اون هم توسط مشتی مسئول بیمسئولیت و متعصب و ضد بلوچ و ضد سنی در استان سیستان و بلوچستان و الا غیر. و ما میبینیم که هدف فقط این هست، انتقام جوی قبیله‌ای و پیامد و تاثیر این انتقام ها و اعدام ها هم چیزی جز ترویج رسمی تسلسل واقعا دایره‌وار خشونت و کشتار در اون منطقه محروم بلوچستان نخواهد بود و بیشتر هم باعث افزایش سرکوب و اون روند به اصطلاح میلیتاریسم میشه که در استان هست و احتمالا هم سبب عملیات انتحاری و انتقام جویانه توسط جندالله خواهد شد که دود همه این آتش ها به چشم مردم بلوچستان میره. بله، بسیار سپاسگزاریم از شما آقای عبدالستار دوشوکی از لندن، بدرود. خشونت با سولید خشونت میکنه، خب بسیار گفته شده در این زمینه، ولی شما در مورد گفتمان جامعه بهایی صحبت کردید، اگه ممکن کوتاه بفرمایید یه رمزگشایی بکنیم از این مسئله، چرا بهاییان تا چنین حدی هدف سرکوب در ایران هستند در بین اقلیت‌های مذهبی؟ بله، ببینید در ایران اقلیت دینی ها زیاد داریم، جامعه ارمنی در ایران بوده، جامعه آشوری در ایران بوده، جامعه یهودی در ایران بوده، جامعه زرتشتی دین بومی ایرانی در ایران بوده و هست. اینا بله. و هست و پیش از عرب هم اینا بودن و هستن پیش از ظهور اسلام و در حال حاضر هم دین بهایی یک دین بومی ایرانی است که در اواسط دوره قاجار این دین برمیاد از خاک ایران و هدفش هم اهداف سیاسی به شوان نیست، ولی اهدافش اهداف انسان دوستان است و اهداف روحانی. چه جامعه مشخصی باعث شده که دولت جمهوری اسلامی که بر پایه اصل ولایت فقیه هست حراس داشته باشه به نوعی از اقلیت بهایی در ایران، چون اون رو به عنوان دین زاله یا آیین زاله معرفی میکنن؟ بله، ببینید دین بهایی از روز اول که در ایران ظاهر شده حرفای زده، مثلا دین ایران دین بهایی مطرح میکنه در همون اواسط دوره ناصرالدین شاه که باید انتخابات مجلس انجام بشه و بعد اینها باید دموکراتیک باشه، یعنی باید که جامعه به صلاح بعد اگه سلطنت هست بعد مشروطه باشه و تحت قوانین باشه، شاه باید با مجلس نمایندگان مردم عرض کنم که صحبت بکنه. از طرف دیگه این هستش که جامعه بهایی شروع کرده به
مطرح کردن مسائل مثل تساوی حقوق زن و مرد، عرض کنم که وحدت عالم انسانی، اینکه دین باید مطابق علم و عقل باشه، اینکه هیچ اقلیتی نباید توسط اکثریت کشور تحت فشار و آزار قرار بگیره، و اینها گفتمان‌هایی هستش که برای گروهی که انحصار طلبن و مایل هستن که فقط خودشون حکومت بکنن و دنبال قدرت و اقتدار هستن، این هضم این تعالیم و آموزها سخته و یک بستر بحران برای اینا به وجود میاره و ناچار اینها از روز اول دست به سرکوب دین بهائی و تبعید پیامبرش و کشتن پیامبر پیشینشون باب داشتن و کردن و در نهایت در ایران هزاران نفر بهائی رو کشتند. مسئله که الان باش مواجه هستیم این هستش که الان در حال حاضر جامعه ایرانی جامعه کسادگرا و جامعه بازی باید باشه که درش اقلیت‌های مختلف، قومیت‌های مختلف بتونن حرفشون رو بزنن و در سیاست گذاری و در مسائل جامعه بتونن حرف و گفتشون رو داشته باشن، وارد گفتمان‌های روز بشن و این نوع حالت میلیتاریسم و سرکوب اقلیت‌ها و به اصطلاح انحصار قدرت از دست گروه خاصی، این منافات داره با یک ایران مدرن، یک ایران امروزی، یک ایرانی که درش عرض کنم که تمام اقلیت‌ها، تمام جوامع دینی بتونن نظرات خودشون رو ابراز کنن و حرف خودشون رو بزنن. بله آقای رشیدی، به موضوع دیگری می‌پردازیم، مرتبط هست با حقوق بشر، دستگیری و بازداشت بسیاری از طرفداران جنبش موسوم به سبز، هواداران مخالفین دولت به ویژه آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سالی که گذشت. در این باره گزارش زیادی منتشر میشه از سرکوب این جنبش موسوم به سبز. شما چی فکر میکنید؟ چه تحلیلی دارید از عمل کرد یا کارنامه یک سال گذشته مخالفین دولت در ایران؟ آنچه که موسوم به جنبش سبز در واقع از طیف های مختلف و افکار گوناگونی به وجود اومده، تشکیل شده که اینا هر کدام برنامه و هدفی دارن، در به نظر من نمیشه به هیچ وجه فقط بگیم که جنبش سبز در چارچوب حکومت باید جدا کرد. اگر خیلی خلاصه بگم و اینجوری بخوام تشریح بکنم، جنبش سبز انتخاباتی به ویژه، اون که در چارچوب حکومت در جهت رفرم، در جهت یه رفرم های جزئی در جمهوری اسلامی ایران با معضلات و مشکلات بسیار همه جانبه روبرو شده که تمام نتایج اینو نشون میده که این رژیم ساختار پذیر نیست، در حالی که افرادی دیگر، طیف های دیگری بودند که خواستار دگرگونی و تحولات عمیقی در پیوند با بهتر شدن حقوق بشر در جامعه هستند. کماکان ما شاهد اینیم که مبارزه مردم ایران در طول یک سال گذشته یا آنچه که موسوم به جنبش سبز از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران و زمامداران حکومت اسلامی در کشور ما شدیداً سرکوب شده. راه‌های قانونی، راه‌های بسیار کوچک یا کمی که وجود داره در جامعه ایران طبق مکانیزم‌های قدرت، طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، برای پیشبرد اهداف این مخالفین یا اپوزیسیون در واقع یا حتی اپوزیسیون درون حکومتی، تمام این راه‌ها بسته شده. نتیجه اینه که من پیش بینی می‌کنم این جنبش و این اعتراضات گسترش پیدا میکنه و بار دیگر سر بلند میکنه، رادیکال تر میشه جهتگیریش در راستای دفاع از منافع عمومی مردم ایران و تنوعات گوناگونی که در جامعه وجود داره بهتر خواهد شد و جهتگیری سیاسیش بدون شک با توجه به سرکوبی که از طرف حکومت اعمال میشه نمایانتر میشه و ما شاهد حضور پیگیر و فعالانه جنبش اعتراضی مردم در سال 2011 و در آینده هستیم. بله، یکی از مواردی که در رسانه‌های دولتی ایران بسیار پخش میشه، پخش اعترافات تلویزیونی دستگیر شدگان حوادث سال گذشته هست. به ویژه در این مورد افرادی صحبت کردن در مورد نقش و تأثیر رسانه‌ها. به گوشه ای از اعترافات تلویزیونی یکی از متهمین در ایران توجه فرمایید که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شده.
که از طریق ماهواره که داشتم اعتراف میکنم داشتم و خبرها رو دنبال میکردم تا برسه به روز عاشورا. در روز عاشورا من از طریق سه تا شبکه بی بی سی انگلیس، شبکه صدای آمریکا و رادیو فردا مطلع شدم که قرار تجمعی در روز عاشورا انجام بشه. محلهای تجمع رو میدونستم و در ضمن از طریق یکی از دوستان جامعه بهایی هم که اسمسی به من دریافت شد که میکنم مسئولین جامعه بود که اسمسی که بر حضور در این اختشاش و اجتماعات به من رسید که حضور داشته باشین، دعوت به حضور کرد. اعترافاتی که از متهمینی بود که در سال گذشته حوادث روز عاشورا دستگیر شده از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی. از اینجا شروع کنیم، یکی از افراد جامعه بهایی، شما در مورد جهانبینی بهاییت به طور کوتاه مختصر توضیحی دادید، ولی آیا بهاییان فعالیت سیاسی هم دارند در ایران؟ خیر، به هیچ عنوان بهاییان فعالیت سیاسی ندارند در ایران و اهداف جامعه بهایی در ایران اهداف سیاسی برای نیل به قدرت، فعالیت حزبی و کار سیاسی به هیچ عنوان نیست. بهاییان در گفتمان‌های روز وارد میشند، ولی در مثلا مسئله حقوق بشر، مسئله تربیت کودک، ولی در مسئله سیاسی بنی حزبی برای کسب قدرت و علیه دولتی یا له دولتی وارد نمیشند. و این اعترافات مشخصا زیر فشار و تحت شرایط به اصطلاح نامتعارف و در با نقض حقوق بشر دریافت شده و گرفت اخذ شده، وگرنه به هیچ عنوان مشخصه که اولا در موقعیتی که این اعتراف گرفته شده رهبران جامعه بهایی در زندان بودن برای نزدیک به 2 سال در این مدت و هیچ گونه از اونجا نمیتونن از این اساسا رهبران جامعه بهایی چنین شناخته شده هستند قبل از دستگیری، میگم مثلا ممکنه حالا رهبرانی باشن شناخته شده هستن برای جامعه که اس ام اس بفرستن برای مثلا مردم که در فلان تجمع شرکت کنید. به شما تمام تشکیلات اداری و رسمی جامعه بهایی در ایران در حال حاضر و در این موقعی که این اعتراف عقد شده و پخش شده و در عاشورای بعد از انتخابات کلن تعطیل بوده و به هیچ عنوان هیچ مسئول جامعه بهایی در ایران فعالیت نمی کرده که بتونه اسمسی بزنه و دستوری بده که شما فرضاً در تظاهرات روز سبت ظاهر بشید. مسئله اینجاست که این اعترافات تحت شرایط غیر متعارف و با نقض حقوق بشر گرفته شده اولا. دوما این که در این کار یک نفر ممکنه اسمس زده باشه، ممکنه که زده باشه، ولی مسئله این هستش که این یک فعالیت بنیادی و فعالیت درست جامعه بهایی نیست و نبوده و جامعه بهایی وارد همچین مسائل نمیشه و نشده. و در ثانی در این موقع اصلا رهبران بهایی در زندان بودند و تشکیلات بهایی رو از به دستور دولت کلا اینا ملغا و ارسانه که منحل میشه در این مدت و بنابراین اصلا نمیتونه همچین دستوری در و حالا دستوری و فرمانی بسیار تشکیلاتی داشته باشه و این جزوی از پروپاگاند و تبلیغات حاکمیت هستش علیه جامعه بهایی. و البته آیت الله صانعی و آیت الله وحید خراسانی هم چه سلول انفرادی و چه اعترافگیری تحت فشار رو خلاف شرع تشیع اعلام کردن. آقای رشیدی، یکی از موارد دیگه‌ای که در این اعتراف مشهود بود مسئله صدای آمریکا یا رادیو فردا و بی بی سی و غیره هست. اساساً خبررسانی آزاد، خبررسانی چرا باید برای یک دولتی خطرناک یا تهدید علیه امنیت ملی قلمداد بشه؟ خیلی طبیعیه این در جوامع بسته و در جامعه‌ای که یه ایدئولوژی مشخص حاکمیت داره این یه ویروسه، یه بسیار خطرناکه. چرا؟ چون سیستم دیکتاتوری از آزادی مطبوعات، از اطلاعات، از دسترسی توده‌های مردم به اطلاعات به طور مشخص میترسه، وحشت داره. و خیلی قابل توجه این یه جوان بدون تردید نسل انقلابه، نسل بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی ایرانه، زیر بمباران فکری و ایدئولوژی این رژیم پروبال گرفته، بزرگ شده، ولی با توجه به تبلیغات خود جمهوری اسلامی ایران اینها چرا باید
زومین کنن رو صدای آمریکا، رو رادیو فردا، رو بی بی سی و رو رسانه‌هایی که خارج از کشور دارن به سوی جمهوری اسلامی ایران یا جامعه ایران برنامه پخش میکنن، در حالی که اینا موضع گیری مشخصی ندارن، فقط اطلاع رسانی میکنن. کارشناسان متعددی، روزنامه‌نگاران متعددی میان در برنامه‌ها شرکت میکنن، نظرات خودشونو میگن. و اگر جمهوری اسلامی ایران میخواد این برنامه‌ها یا نتایج این برنامه‌ها را منتفی کنه در راستای منافع خودش، باید به آزادی مطبوعات راه بده که مردم بتونن نفس بکشن، بتونن حرف بزنن. و این نشانگر این واقعیت که قابل تصوره که آزادی مطبوعات به هیچ وجه بوده. به هیچ وجه، چون این در چارچوب فکری و ایدئولوژی سران رژیم جایگاهی نداره و اینها با رفتار خودشون، با پراکتیزه کردن سیاست‌های خودشون در بطن اجتماع این واقعیت رو نشون دادن. و در همین راستاست اعترافات تلویزیونی یا اعترافات به زور زیر شکنجه از زندانیان تاریخچه دیرینی داره در تمام سیستم‌های دیکتاتوری و ایدئولوژی اینجوریه. مثلا نمونه چین رو در نظر بگیریم. در قرن 21 اگر جمهوری اسلامی ایران وبلاگ ها و سایت های متعددی را فیلتر میکنه، اونها علنا اعلام کردن که شرکت گوگل رو میبندن و بستن و این خدمات بزرگ جهانی در واقع امروز مردم 1,400,000,000 نخورده از جمعیت چین از استفاده کردن از این خدمات جهانی بی بهره اند در واقع. بله. و رژیم های توتالیتر و جامعه بسته در تضادن با آزادی مطبوعات و وحشت دارن از دسترسی مردم به اطلاعات. بله. و البته در مورد مهمون‌های متعدد صدای آمریکا صحبت کردید. همه کارشناسانی که در برنامه‌های مختلف صدای آمریکا شرکت می‌کنند و نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو مطرح می‌کنند، لزوماً نظرات و دیدگاه‌های صدای آمریکا محسوب نمی‌شه. بیننده برنامه تفسیر خبر از صدای آمریکا هستید. به افق نگاه کرده اید؟ در افق چه میبینید؟ در افق قدرت گفتگو را تجربه خواهید کرد. آقای دکتر میلانی، یک جنبندی داشته باشیم. چشمنداز حقوق بشر در سال 2010 رو شما بد توصیف کردید. این روند اگر ادامه داشته باشه، سال 2011 چه سالی خواهد بود برای حقوق بشر؟ یا وضعیت حقوق بشر فکر میکنید بهبود پیدا خواهد کرد در ایران؟ متاسفانه خیر، روندهای کنونی حاکی بر این استش که به هر حال این جریان بازداشت وبلاگ نویسا، محروم کردن دانشجویان، تحت فشار قرار دادن اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های دینی در ایران، فشار بر روی طبقات صنفی و بازداشت روزنامه‌نگاران و بستن رسانه‌ها، این روندها متاسفانه ادامه خواهد داشت و من نمی‌بینم که این سال آینده سالی باشه که درش گروهی خردمند و گروهی واقعا با خرد اجتماعی وارد بشن، بگن که نه، این رفتارها و نقض حقوق بشرها، اینها اعمالی است غیر انسانی و اعمالی است که منافات داره با کرامت بشر. و اگر اینجوری بشه و گروهی از خود رژیم بر بخیزن و بگن که این دیگه بسه، مثلا ما الان می‌خوایم که فرضاً فضا رو باز کنیم، روندها رو عوض کنیم، این خب بسیار اقدام درست و خوب و پسندیده است، ولی این به نظر من نمی‌رسه که الان در حال حاضر این قدرت‌هایی که تمام توان خودشون رو به اصطلاح دارن صرف می‌کنن که بله، قدرت و انحصار در دست خودشون نگه دارن، اینها شاید که نخوان که و نمی‌خوان که این قدرت رو رها کنن و در نتیجه این وضعیت به نظر من متأسفانه ادامه خواهد داشت. شما چه تحلیل کوتاه چشمانداز پیش رو وضعیت حقوق بشر در سال آینده می‌دهید؟ من گفتم جمهوری اسلامی ایران تمام راه‌ها و راهکارها را اعمال خواهد کرد که جنبش مردم، حرکات اعتراضی مردم رو سرکوب بکنه و مردم ایران هم، ملیت‌های ایرانی هم در واقع در راستای تحقق اهداف دموکراتیک خودشون و در راستای دستیابی به حقوق شهروندی خودشون مبارزه خودشون رو پیگیرانه ادامه خواهند داد و ما کماکان شاهد این اعتراضات خواهیم بود. و این واقعیت نشان دهنده اینه که نقض حقوق بشر ادامه خواهد داشت تا جمهوری اسلامی ایران و دست اندرکاران کنونیش بر سر قدرت بمونند.
بله بسیار سپاسگزاریم از شما آقای رحیم رشیدی روزنامه‌نگار و آقای دکتر کاویان میلانی فعال حقوق بشر و همچنین از شما بینندگان و شنوندگان گرامی همراهان همیشگی برنامه تفسیر خبر. بار دیگر سال نو میلادی رو به شما شاد باش میگم. تا برنامه دیگر بدرود، همراه با بهترین شاد باشا.